حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و کارشناس جهان عرب از واشنگتن با ماست. آقای هاشمیان، چقدر به نظرتون این عملا باج دادن است به تشکیلات خودگردان فلسطینی برای اینکه چراغ سبز اونها رو بگیرن برای ایجاد روابط دیپلماتیک با اسرائیل؟ ببینید، این یک مسئله خیلی مهم و حیاتیه، بخصوص در پیشنهاد ملک عبدالله در مورد صلح و تشکیل دولت فلسطینی آمده. و اون این که اگر آقای محمود عباس نتونه بر کرانه باختری سیطره پیدا کنه و امنیت اونجا رو تامین کنه، همونطور که دائما آقای نتانیاهو اینو مطرح میکنه که شما میگین بیاین دو دولت فلسطین و اسرائیل تشکیل بدید، در حالی که آقای محمود عباس بر کرانه باختری از لحاظ امنیتی سیطره نداره و حوادث اخیرم که در جنین اتفاق افتاد نشون داد که گروه‌های مسلح و جهاد اسلامی اونجا این امنیت دولت خودگردان رو زیر سوال می‌برن. علاوه بر این دیروز هم در طولکرم درگیری بود بین نیروهای دولت خودگردان و گروه‌های مسلح. بنابر این اگر آقای محمود عباس نتونه امنیت این منطقه رو تامین کنه، اونطور که آقای نتانیاهو میگه، خود به خود مسئله دولت مستقل فلسطین از بین میره و بنابراین یک گزینه دیگه هم اضافه میشه، این که در این مناطق در واقع به جای دولت آقای محمود عباس گروه های دیگه فلسطینی قدرت میگیرن. از این رو این مسئله قبل از این که یک قضیه بین اسرائیل و سعودی و اون چه که مربوط به عادی سازی روابط میشه، یک قضیه امنیتی برای سعودی ها هم هستش که مربوط به موضوع سلطه آقای محمود عباس بر کرانه باختر. ولی همین الان هم آقای محمود عباس شرایط پیچیده داره، اینطور نیست؟ انتخابات که عملا رفته رو هوا در مناطق کرانه باختری بعد از 2021 که دیگه انتخاباتی برگزار نشد، اون طرف در غزه تشکیلات حماس کنترل در دست داره، فقط به صرف دادن پول بیشتر به تشکیلات خودگردان در کرانه غربی چقدر میتونه این شرایط رو عوض بکنه؟ ببینید، کمک های سعودی ها تا سال 2020 از طریق مؤسسات خیریه به کارهای امور انسانی ادامه داشته. منتها این کمک ها در سال 2016 کمک هایی که به دولت خودگردان انجام می شد و در امور دولتی به کار می برد، در سال 2016 قطع شد به این دلیل که دولت خودگردان متهم به فساد شده و اخیراً هم در واقع دیوان بازرسی مالی و اداری خود دولت فلسطین گزارشی را ارائه داده که نشون میده حدود 4 میلیون دلار در این دولت حیف و مل شده. علاوه بر این هیچ بازنگری در مورد هزینه هایی که در بودجه ها میاد و اینکه کجا صرف میشه وجود نداره، لذا سعودی ها به خاطر این مسئله قبلا کمک هاشون رو قطع کردن. ولی الان مسئله فراتر از موضوع فساد در دولت خودگردان هست، موضوع به امنیت کرانه باختری مربوط میشه و موضوع با آینده این منطقه و تشکیل دولت مستقل فلسطینی طبق قطعنامه های سازمان ملل و طبق پیشنهاد خود سعودی ها. بنابراین سعودی ها الان تلاش میکنن که این کمک ها را بیشتر کنن. الان دو سه هفته ای دولت خودگردان آقای محمود عباس داره تلاش میکنه که امنیت این منطقه را برقرار کنه، با گروه های مسلح داره برخورد میکنه، نیروها شو اضافه کرده، نیروهای جدید رو داره میگیره و سعودی ها امیدوارن که این تلاش ها در واقع به امنیت کامل در کرانه باختری منجر بشه. ممنونم. حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و کارشناس جهان عرب از واشنگتن.